که از کجا به کجا رسید فلسطین و رژیم صهیونیستی، توضیح رو بدید که برسیم به این ماجرای اخیر دوباره. ببینید این عکس ها یه دروغ بزرگ رو که دیدم خیلی ها ایران هم باور کردن در مورد فلسطین نشون میده. پیشرفت اسلام تو دنیا هیچ وقت با جابجا کردن ادیان دیگه نبوده. ممکنه یه جای یه جنگ شده باشه، یه قبیله جابجا شده باشه، یه قلعه خالی شده باشه، یه اتفاقات اینجوری افتاده باشه، ولی شما موقعی که مثلا مصر رو میبینید، مصر، مصری ها اصلا عربی حرف نمی زدن، مصری بودن، دینشون هم اسلام نبود، تمامشون مسلمان شدند. سوریه، عراق، ایران، همه اینا مسلمان شدند. فلسطین سرزمین فلسطینی هایی بود که بعضی هاشون یهودی بودن، بعضی هاشون مسیحی بودن، بعضی هاشون نمیدونیم بت پرست بودن، بعضی هاشون شاید زرتشتی بودن، ادیان مختلف تو فلسطین زندگی میکردن، اینا مسلمان شدند. یهودی ها تو جنگ های قبل از اسلام تو دنیا پراکنده شده بودند. اما این عکس 1918 هست، نشون میده که یهودی ها با مسلمان ها داشتن توی فلسطین، فلسطینی که بعد از جنگ 1918 میشه آخر جنگ جهانی اول، موقعی که قیمومیت فلسطین دست انگلیسی ها میشه، داشتن زندگی میکردن. همه لکه های سیاه یهودی های فلسطینی ساکن فلسطین بودن. ممکن بود یه عده اینا رفته باشن. ببینید توی همچین شرایطی شما اونو نگاه کنید، بعد از 75 سال مستقیم، در واقع از 1916 شروع شده فشار به فلسطینی ها، اما بعد از 75 سال، از 1948 تا 2003 سرکوب با جدیدترین ابزارهای کشتار، یعنی از 1918 مسلسل بوده، بمب و F-16 و همه چی. شما موقعی که سعی کردید فلسطین رو خالی کنید، تازه به این رسیدید که امروز هستیم. بعد از 75 سال کشتار شما به این رسیدید. بنابراین اونم با ابزارهای جدید، با ابزارهای حمل و نقل جدید، چون سعی کردید مردم از خونه زندگیشون برن اردن، برن لبنان، از این منطقه خارج بشن. این مقاطع رو یکی یکی توضیح میدید؟ میام. آره، ببینید طرح تشکیل یک کلونیال ستلر استیت بود. کلونیال ستلر استیت یعنی چی؟ شما آمریکا چجوری تأسیس میشه؟ میرن یه عده‌ای رو از اروپا، از جاهای دیگه برمیدارن، میبرن آمریکا، زمینای سرخپوستا رو بهشون میدن، میگن که شما با زن و بچه‌تون تو این زمینا کشاورزی کنین، این تفنگ هم دستتون باشه، ما پشت سرتون هستیم. بعد اینا با سرخپوستا درگیر میشن، توی این درگیری ها مجبورن زن و بچه‌شون دفاع کنن، و به این ترتیب شما میبینید یه جایی مثل آمریکا تیکه تیکه سرخپوستای توش از بین میرن، یا مکزیک جمعیت 40 میلیونی یه دفعه میشه 4 میلیون به روش‌های مختلف. ببین همه چی با هم هست. شما به اینا خدمات بهداشتی نمیدین، بهشون آب نمیدین. همین الان تو غزه خیلی ها آب آشامیدنشون باید آب شور دریا رو شیرین کنن با خورشید، آب آشامیدنی داشته باشن. زمین برای کشت ندارن، باید هیدروپونیک بالا پشت بومشون کشاورزی کنن. یعنی یه همچین وضعیتی تو همون غزه الان هست. شما با همه ابزارها 75 سال که به فلسطینی ها، که گفتم تأکید میکنم بعضی هاشون قبل از اینکه مسلمان بشن یهودی بودن، بعضیشون مسیحی بودن قبل از اینکه مسیحی بشن یهودی بودن، یعنی اون عده‌ای که از مصر توی روایت‌های مذهبی اومدن تو فلسطین، همون فلسطینی‌هایی هستند که امروز دارن کشته میشن، نه کسایی که از اروپا امروز دارن میان و میگن ما اینجا مال ما بوده. اصلا تو تاریخ اسلام اولا همچین جابجایی امکان پذیر نبوده، ثانیاً کسایی که خیال میکنن امکان پذیر هست، 75 سال کشتار به مدرن‌ترین شیوه ها نتیجهش تازه این بوده، اونم زمانی که هواپیما و ماشین و همه چی برای انتقال آدم ها بوده. 75 سال شده اون، چجوری میتونستیم توی همچین وضعیتی باشیم؟ اگر اینجا یه لکه سیاه نیست، اینجا یه یهودی بوده مسلمان شده، نه اینکه رفته باشه اینجا، این لکه ها، دهکده ها، بنادر، جاهایی بودن که یهودی ها کنار مسلمون ها و بقیه ادیان داشتن زندگی میکردن، و چون همدیگر رو میشناختن، میدونستن که مثلا این ده، این قبیله مسلمون شده، سالهای سال با همدیگه داشتن به خوبی و خوشی زندگیشون رو میکردن.
اینجا 1947 یک سال قبل از اعلام رسمی اسرائیل هست. یه اسلاید داریم که یه سکه داره، یه طرفش علامت اسواستیکا داره. اون اسلاید رو بیاریم. اسلاید قبلیه این هست. حالا قبلی یا بعدیشو نمیدونم. یه اسلاید داریم که دوتا سکه گذاشتم براتون. این 1933 هست. زمانی که صهیونیسم، ببینید صهیونیسم با دین یهود از همون اولش مشکل داشته. اون کتابه ترانسفر اگریمنت رو خود اسرائیلیا نوشتن. راجع به یه قراردادی هست که 1933 صهیونیست ها اومدن با آلمان نازی نوشتند. این مدال یادبودشه، مدال یادبود یه افسر اس اس هست که مسافرت میکنه به فلسطین، توش هم اون موقع هنوز اسرائیلی وجود نداشت، فلسطین نوشته. میان با نازی ها صحبت میکنن، میگن که شما، ما با همدیگه یه تمهیداتی میاندیشیم. این کتاب توافق جابجایی برای چه سالیه؟ کتاب سال فکر میکنم مثلا 80 اون موقع نوشته شده، اسرائیلی هم هست نویسندش. خیلی از اسناد رو یه طرفه، و این فقط اون تیکش رو که بالاخره اینجوری یه کمکی هم به یهودی ها شده. کمکی که شده چیه؟ شما میان یهودی ها رو آزار اذیت میکنین، ما یهودی ها رو میترسونیم. ببین دو طرف است، یه اتفاقاتی تو جاهای مختلف تو آلمان را ما رقم میزنیم که مردم با یهودی ها بد بشن، یعنی اون اتفاق واقعا بیفته. شما میان یهودی های آلمان رو میگین که ما براتون یه تمهیداتی میاندیشیم، شما میتونید بخشی از دارایی هاتون رو از طریق یه بانکی که ما تعیین میکنیم به صورت اموال ساخت آلمان، ماشین وانت ساخت آلمان، نمیدونم مثلا ابزار ساخت آلمان، ماشین تراش ساخت آلمان، محصولات آلمانی توی فلسطین تحویل بگیرید. موقع اسرائیلی وجود نداره. توافق صهیونیست 1933 هست. صهیونیست ها یه پروژه ستلر استیت دارن که میخوان از جاهای مختلف دنیا یهودی ها رو به اسم اینکه ما میخوایم شما رو ببریم به سرزمین موعود. ببین یهودی های ایران هیچ وقت از ایرانی هایی که مسلمان شدن همون جایی که بودن مسلمان شدن. اگر یه یهودی تو ایران بوده از قبل از اسلام تو ایران بوده، تو عراق اگر بوده از قبل از اسلام بوده. یه سری اتفاقهای قبل از اسلام میافتاد که توش میومدن این کارا رو میکردن جابجا میکردن، ولی اصلا روش اسلام هیچ وقت همچین چیزی نبوده. گسترش اسلام هم تو تمام دنیای اسلام فعلی و حتی گسترش زبان عربی، ببین مصری‌ها امروز هم که میخوان عربی حرف بزنن جیم نمیتونن بگن، میگن گه، شجر نمیتونن بگن، میگن شگر. اینا زبانشون عربی شد و دینشون اسلام شد و اسلام رو پذیرفتن. تو تمام منطقه جهان اسلام امروز پذیرش اسلام خب این توافق بین فلسطان کیا بوده؟ یه بار دیگه این توافق بین صهیونیست هایی بوده که میخواستن یک کشور، تو موقع شک داشتن کجا میشه تشکیل داد. اولش دنبالی بودن تو آمریکای لاتین تشکیل بدن، بعد گفتن که چون انگلیسی ها یه قیمیتی تو فلسطین دارن راحت تره که ما این قصه رو به عنوان بازگشت به ارض موعود و اینجور چیزا بفروشیم به بقیه یهودی ها. یهودیا اموالشون رو اون موقع 1933 صهیونیستا بوده با یهودیای عکس برداری کردن، همه کار کردن، مجله و همه چیز هست، اون کتاب هم چیز هست. این سنده اینجا خوب دیده نمیشه. امضا کردن که ما یه بانکی تشکیل میدیم، یهودیا اینجا اموالشون رو نقد میکنن، شما اموالشون رو با هم دیگه تقسیم میکنیم با نازی ها. یه قسمتی از اموالشون رو مثلا فرض کن 50% رو به صورت کالای ساخت آلمان نازی توی فلسطین تحویل بگیرن، برن اونجا زندگی کنن. به خودشون هم گفتن اینجا براتون امن نیست، این اتفاق میخواد بیفته. اینجوری حداقل میگم، تازه اینا که عدده کم میشه، 60,000 نفر از ثروتمندای اروپایی بیشتر آلمانی رو، حالا بقیه جای اروپا هم بودن، اموالشون رو با نازی ها نصف کردن، اینا رو فرستادن. عکس بعدی رو بیارین، هنوز قبل از تشکیل چیز هست. عکس قبلی همونی که داشتیم نشون میدادیم. ببینید تازه رسیدن به این لکه ها رو نگاه کنید، یه مقدار بیشتر شده. اینجا با اون پولایی که منتقل شده یه مقدار کمی زمین خریدن. این میگن نمیدونم زمین های فلسطینی رو خریدیم و اینا. نه، در همین حد، در بهترین حالت زمین تونستن چیکار کنن با اون اموالی که از آلمان نازی منتقل شده بود اینجا بخرن. از جای دیگه هم سعی کردن این کار رو بکنن. دکتر روز میخوام در مورد این خرید زمین اگه اجازه باشه. خیلی کمه، اصلا معنی نداره. یعنی کل زمینایی که نخریدن بنده دو تا ده هم نبوده. نه، حالا نکته جالبش اینه که زمین هایی که اینجا خریداری میشه از فلسطینی ها خریداری نمیشه، از یهودی ها. این زمین ها در واقع در اختیار فئودال های عثمانی بوده، چون اینجا زیر پوشش امپراتوری عثمانی بود، از
1921 به قبل تو سایکس پیکو اینجا سهم انگلیس شد. اون فئودال ها در واقع از طرف امپراتور عثمانی مثلا طرف 5 تا روستا بهش داده بودن، نسل به نسل گشته بود، اینا می اومدن سال یه بار از زارعین فلسطینی بهره مالکانه می گرفتن، می رفتن دنبال عیاشی خودشون. وقتی که اینجا رو انگلستان گرفت، عملا اسناد اون فئودال ها باطل شد و اونا آواره شده بودن. آژانس یهود که بانی خرید هست میاد، میره سراغ اون فئودال هایی که اسناد بی اعتبار شده داشتن، میگه من بابت این اسناد بی اعتبار شده از شما به شما پولی میدم و این اسناد رو رسما به ما در واقع به آژانس یهود شما واگذار میکنید. یعنی هیچ فلسطینی به هیچ عنوان زمین نفروخته، بلکه فئودال هایی که سند مالکیت داشتن. یه مرکز پژوهشی اصلا فرض کنیم که همه رو خریدن، آخرش این بوده 1947 هر چی خریده بودن این سیاه ها میشه. اسناد رو دونه دونه یه مرکز پژوهشی جمع آوری کرده، اسنادی که آژانس یهود ادعا کرده حدود 3.4 تا 4% از خاک فلسطین رو اسنادش رو فئودال های عثمانی به آژانس یهود فروختن. هیچ فلسطینی یه متر زمین به کسی نفروخته. خب این تا قبل از اعلام تشکیل دولت 1948 دولت اسرائیل چیز میشه. ببینید اعلام موجودیت میکنه، حالا به رسمیت میشناختنشون، این میشناسنشون، اینجور چیزا. از 1948 تا 2023 میشه 75 سال. 75 سال سرکوب کردن، نتیجه هم رسیدن به اون فلسطینی ها رو رسیدن تازه به اون. ببینید خیلی فرق داره با این، با ابزارهای جدید سرکوب کردن. فلسطینی هایی که دارن سرکوب میشن در حقیقت همون فلسطینی هایی هستن که اسرائیل ادعای نجاتشون رو داره از نظر تاریخی. کاملا این دروغه که طرف تو این منطقه زندگی میکرده رفته بعد برگشته. نه، اینجا فلسطینی اگر زندگی میکنه، یه زمانی ممکنه مسیحی بوده قبل از اسلام، یه زمانی ممکنه یهودی بوده، بعدن شده مسلمون مثلا. بنابراین این جنگ اصلا غیر از یه، چون میگن نمیدونم جنگ مسلمونا اعراب و اسرائیل نمیدونم از اینجور حرفا، نه، اسرائیلی های بنی اسرائیل اون قسمتشون که خواستن بمونن موندن، اون قسمتشون خواستن مسلمون بشن مسلمون شدن، اجباری هم نبوده، هیچ اتفاقی هم از این نظر توی این منطقه نیفتاده. جنگای صلیبی اینا بحثشون اصلا یه چیز دیگه بوده. اگر یه فرمانده یه چیزی مثلا از این منطقه رفته باشه یا نرفته باشه اون یه بحث دیگه است. اگر این روش جواب میداد اونجا باید جواب میگرفتن دیگه، بعد از 75 سال سرکوب. ولی همچین کاری، اون ادعایی که اینا میکنن عملی نیست اصلا. در طول تو تاریخ اسلام هیچ جا نداشته همین چیزی. اگر کسی مسلمون شده مسلمون شده، اگر کسی مسلمون هست یه زمانی توی منطقه ما قبلا مثلا فرض کنید زرتشتی بوده، بعدن اجدادش زرتشتی بودن، بعدن مسلمون شد. تو فلسطین هم دقیقاً همینه، کسی از جا نرفته بود که بخواد برگرده. تعداد آدم‌هایی که توی این ماجرا میشه گفت مثلا فرض کن از اورشلیم یه زمانی رفتن بعد برگشتن، هیچ وقت مثلا نمیشه شد شمرد، مثلا 10,000 نفر 20,000 نفر هم حتی باشن توی این ماجرا. بعد از اینکه همه زورشون رو زدن نتیجه این شد. بعد ماجرای جنگا و غیره اینا که پیش اومد، یواش یواش این زندانا رو تشکیل دادن. ببینید الان مردم غزه 2 میلیون نفرشون اینجا زندانین، حق ماهیگیری ندارن. خب عملیات هایی که دارن انجام میدن برای، ببینید اینا توی سرزمین خودشون بمباران میشن، خونه هاشون هدف قرار میگیره، بچه هاشون هدف قرار میگیره. وقتی اینجا به جنگن حداقل تو خونه های اسرائیلی ها دارن می جنگن، تو خونه هایی که زمین های اسرائیلی ها رو از دوره ترامپ و اینا ما دیدیم جشن میگیرن، شهرک سازی میکنن. تو کلونیال ستلر استیت ساختن، شما یه عده‌ای رو میاری توی یه کشوری، خیلی از کشورها اینجوری بودن دیگه، گفتم کانادا، استرالیا، آمریکا، همشون کلونیال ستلر استیتن، میاد اونجا، این بچه‌هاش اونجا به دنیا میان، بچه‌هاش اونجا دشمنشون که مثلا سرخپوستان، دشمنشون بومی‌های مثلا استرالیا، اونا رو میکشن، حالا هر کاری میکنن. عملا تو دنیا این پروژه جواب داده برای اروپایی‌ها. یه کشوری مثلا آمریکا ایجاد شده، یک کشوری مثل کانادا ایجاد شده، یک کشوری مثل استرالیا ایجاد شده. توی منطقه ما اسلام باعث شده همچین اتفاقی نیفته. میگم پروژه اسمش یهودی بود، از همه جای دنیا هر کسی که تونستن آوردن اینجا، گفتن خب تو اینجا وایستا
زمین مردم رو میدیم بهت، بعد از زن و بچه خود دفاع کن. الان شما با یه کشوری مواجه هستید که در حقیقت یه ارتش اسم یه کشور هم بهش بسته. دخترها رو توش میبرن سربازی، پسرها رو میبرن سربازی، تا 40 سالگی یارو سربازه. عملا خود یهودیت و دین یهود توسط صهیونیسم عملا دزدیده شده و گروگان گرفته شده تو این منطقه. یعنی فقط گروگان مسلمان ها نیستن. حالا تو این حالت عکس چیزا رو بیارین، عکس تماشاچی های شهرک نشین موقع جنگ غزه. همون موضوع شهرک نشین ها که الان یه دو تو فضای مجازی حالا از همین ببینید اینا عکس های جشناشون رو میگرفتن، کباب و اینا درست میکردن، مردم غزه تیکه پاره بشن. بمباران که میشد عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن از شادی هاشون و تو فضای مجازی پخش میکردن. خیلی هاشون سرگرمیشون کشتن یا آتیش زدن یا خراب کردن، از بین ریشه‌کن کردن درختای مثلا یا باقای چیز داست فلسطینی هاست. اومدن تو سرزمینشون، همه امکانات مال ایناست، آبی چیزی اگه هست این مال ایناست، اصلا همه چه امکانات کشور مال ایناست. میشینن بمباران ها رو نگاه میکنن، خوشحالن. به چی مطمئنن؟ به اون دیواره. از اون دیوار اسرائیلیا اون دیواری که ساختن کسی نمیتونه بیاد جلوتر. و از این صحنه ها فیلم ها خیلی زیاد هست. حالا توی این یکی دو روز اخیر ما میبینیم که همین هایی که اینجوری جشن میگیرن برای کشته شدن بچه های فلسطینی، جمع کردن فرار کردن تو بیابون، دارن میرن به سمت. ببینید این نکته خیلی مهمه. شما یه وعده پوشالی دادی از جاهای مختلف دنیا، آدم ها رو آوردی اینجا، گفتی شما اینجا وایستین امنیت دارید، ما با F-16 میریم فلسطینی ها رو میکشیم. bravery of being out of range دیگه، یعنی شما از دید از رنج سلاح های ما خارجیم، بنابراین ما شجاع هستیم، وامیستین اینجا، خوشحالی میکنیم، برد سلاح های اونا به اینجا نمیرسه، هواپیماهای ما اونا رو بمباران میکنن، توپای سنگین ما اونا رو بمباران میکنن. اینا آدمایی هستن که میرن رو توپا امضا میکنن قبل از شلیک. یعنی خود اینها کسانی هستند که یه قسمت از جنگن، جزء تعریف کلونیال ستلر استیتن. اینا یه مشکلی هستن که باید خود اسرائیل که اینا رو به وجود آوردن حلشون کنن. باباهای اینا رو آوردن اونجا، اسکان دادن، زمین دیگران رو بهشون دادن. اصلا همه بحث فلسطین اینجا شروع میشه. وگرنه اگر فلسطینی ها، یهودی ها و مسیحی ها و مسلمان های فلسطینی توش یه دولت تشکیل بدن، همه دنیا اون دنیا دولت رو قبول میکنه. خب از این عکس ها زیاد هست، من بیشتر از این حرف نمیزنم، ولی دکترم یه توضیح میخواستن راجع به نقشه چیز بدن. یه نکته هست که نقشه قبلی رو بیارید، نقشه روند تاریخی رو، سیاه و آبی. تو این نقشه یه عبرتی هست برای هنوز کسانی که میگن چرا جنگ. من تو این یکی دو روزه شنیدم خیلی ها میگن که جنگ نه، گفتگو، مذاکره. این صحنه رو ببینید، اینجا در واقع بعد از 1967 میلادی و بعد از 1973 که آخرین جنگ رژیم صهیونیستی با سوریه و مصر و این هاست، این حالت دقیقا تثبیت میشه. یعنی وقتی که آقای یاسر عرفات میاد مذاکرات صلح رو با شعار اینکه اسلحه رو میذاریم زمین، گل میدیم به طرف مقابل و دست میدیم و میپذیریم که اسرائیل وجود داره و در مقابلش 10% از خاک فلسطین رو به عنوان خودگردان به آقای یاسر عرفات میدن، اون زمان این منطقه ببینید یه دونه شهرک توش نیست، یه لکه تیره توش نیست، یعنی اینجا کامل فلسطینی نشینه. اما سال 2015 بعد از همه گفتگوهایی که عرفات انجام داد و بعد از او جانشینش ابو مازن انجام داد، ببینید اینجا پر از لک، یعنی شهرک ها به قدری پر شدن اینجا که حتی اوباما عصبی شد. یعنی اوباما تو دوره 8 سالش به رژیم صهیونیستی گفت تو یه جور ترمز شهرک سازی رو بکش، من توافق با ابو مازن نهایی میکنم، بعدش هر کار خاصی بکن. و اونها حتی به در واقع توصیه دوستانه اوباما توجه نکردن. یعنی اینا تمام این لکه هایی که این شکل تبدیل شده به این شکل، پر شهرک شده، پر یعنی نتیجه سازش. همه عزیزانی که این ببینید، جنگ خوب نیست، جنگ خوب نیست، ولی این ثمره گفتگوست.
بعد اینا میدونید کجاها رو گرفتن؟ ببین نقاطی که گرفتن تماما جاهای حاصل خیز بوده، مزرعه بوده، باغ بوده و خانه بوده. جاهایی که خالی مونده یا صحراست بی آب و علفه یا تپه ها و سنگ های لمیزرعه. یعنی اگر اون قسمت هایی که هنوز اونجا آبی مونده، چرا آبی مونده؟ چون اونجا به درد هیچ شهرکسازی نمیخورده. اونهایی که از گفتگو صحبت میکنن، حتی کسی مثل محمود عباس ابو مازن جانشین عرفات، او هم دیگه متوجه شد و الان دیگه او از گفتگو با اسرائیلی حرف نمیزنه که این حجم تبدیل میشه به اون. این ثمره سازشه. و حالا اگر فرصت باشه.